که باید در این صحنه به کارگردان و طراح صحنه آفرین گفت. شما فقط سریال را برای داستان آن تماشا میکنید یا جزئیات هم از نظرتان پنهان نمیماند. مثلا در این صحنه از قسمت 23 سریال چرا این عکس از جوانی مالک در گوشه از اتاق گذاشته شده؟ با اینکه این فقط یک سریال است نه واقعیت. یا شاید شما این صحنه را در قسمت 23 دیده باشید و حتما خواهید گفت عکس هایی که از احمد گرفته شد دلیل زندانی شدن احمد است، اما در واقعیت همچین چیزی نیست و اگر به این صحنه دقت کنید داستان قسمت 24 سریال را پیش بینی می کنید. من چون کتاب را خواندم می دانم در قسمت 24 چه اتفاق رخ خواهد داد، اما بهتر است قبل از دیدن و تماشای قسمت 24 تحلیل جالب از جزئیات از قسمت 23 را که متوجه نشده بودین را برایتان بگویم. شما هم نظرتان را بنویسید که آیا این جزئیات را متوجه شده بودین یا خیر. در این صحنه با این که این سریال بر اساس داستان است و واقعی هم نیست، پس چرا تصویر از جوانی مالک یعنی پدر خانواده در گوشه از خانه قرار گرفته؟ دلیل این کار جزئی نگری کارگردان است. شاید شما توجه نکرده باشید، اما کارگذاشتن تصویر از جوانی مالک به بیننده و مخاطب حس واقعی بودن سریال را انتقال می‌دهد و این باعث می شد تا بیننده احساس کند تا واقعا همچین داستان در حال رخ دادن است. عکس از جوانی مالک که پدر خانواده است، برای همین دلیل با ظرافت و دقت توسط کارگردان و صحنه پرداز گذاشته شده. اگر تصویر از پدر خانواده نباشد، این داستان سریال را بی‌مفهوم می سازد که باید در این صحنه به کارگردان و طراح صحنه آفرین گفت. حالا شما به این نکته دقت کرده بودین یا خیر؟ حتما در کامنت بنویسید. یا حتما این صحنه در قسمت 23 هم برایتان خیره کننده بود و شاید فکر کنید تصاویری که از احمد در این بخش گرفته شد باعث شود تا توسط مالک زندانی شود، اما نخیر، اصل داستان و زندانی شدن احمد توسط مالک به این قسمت برمی گردد. وقت احمد شاخه گل را برای ممتاز می دهد و این صحنه باعث می شود تا مالک به احمد بدبین شود، چون سلیم عکس های گرفته شده از احمد را به پدرش می فرستد و در پایین تصویر می نویسد احمد میلیونر برای ممتاز قصر ساخته است و گویا پول و سرمایه را به پای ممتاز ریخته است. در این قسمت هم بسیاری ها در بخش کامنت ها خیلی انتقاد کردند که چه کسی با لباس روز می خوابد، ولی مثل این که شماره از بیننده ها و مخاطبین عزیز سریال را با ولاگ روزانه اشتباه گرفتند. این سریال است و حتی یک سال هم میشه که این سریال فیلم برداریش به پایان رسیده. دیالوگ ها، صحنه پردازی و طرح لباس و داستان از قبل نوشته شده، پس در یک سریال افغانی و در یک کشور اسلامی واقعا نمیشه مثل فیلم و سریال های ترکی با لباس خواب ظاهر شد، چون همچین چیز در حال حاضر آن هم در افغانستان غیر ممکن است. پس قبل از این که نظر بدین به این فکر کنید که این واقعا یک سریال است نه ولاگ روزانه یوتیوبران و باید تمامی موارد در نظر گرفته شود. حالا شما به این جزئیات دقت کرده بودین یا نه، یا تنها داستان سریال را دنبال میکنید؟ اگر دوست داشتید نظرتان را برای ما بنویسید و این ویدیو را هم لایک کنید تا به دست دیگران هم قرار بگیرد.